که شما رو خدا شکر الان هر چی که صحبت میکنی تو اتفاقات شما تو کار نبودید. یعنی اگه مثلا شما الان جزء هیئت مدیره نبودید، هیچ قرارداد استوک که میگه اینجوری بودی میگه من نبودم، قرارداد بیرامند با همسایه اصلا شما نبودید، شما فقط اونجا نظارتگر. شما اصلا جو وقتی میگن هیئت مدیره، شما یه هیئت مدیره باشگاه یه چیز گروهی تشکیل میدید، همه با هم تصمیم میگیرید. آقا راست میگه، یه چیزیه که شما نباید اینو چیز کنید. دو، قرارداد من اصلا شما میگید باید بشینیم با هیئت مدیره. آقای رسول پناه، من قرارداد دارم با پرسپولیس، من قرار شما منو به زور فرستادید، شما برای چی میگید ما باید بشینیم با هیئت مدیره بشینیم این هفته بازی که نبودی بشین به یه جمع بندی؟ شما منو به زور فرستادید به پول برسید. 17-18 میلیارد شما 15 میلیارد از پول من گرفتید، از پول جام جهانی که من رفتم برای بازی کردم، فقط از پول من از فیفا گرفتید. اینجا تشکرتونه؟ نه واقعا اینجا تشکر. آقای رسول پناه، شما الان دارید جلو مردم دارید میگید ما بشینیم با هیئت مدیره برای 6 هفته بازی که من نبودم، شما خودتون نامه زدید با منتر که من برم. چه جوری به خودت اجازه میدی میگی من بشینم با هیئت مدیره بشینیم صحبت کنیم نمیدونم ببینم تو این 6 هفته بازی که نبوده پرینت همین الان فرستادم آقای میثاقی عزیز. بله بذارید اصلا آقای رسول پناه میگه آپشن قهرمانی، شما بذارید آپشن من همه خط زدن، اصلا 0% زده. من آپشن قهرمانیمو برداشتن، آپشن دوباره سهمیه آسیا، شما آپشن سهمیه آسیا 95 من آقای رسول پناه ندادید، شما آپشن سهمیه آسیا 98 منو ندادید که همون قانون آقای دینارمند عزیزتونه که اصلا خودش واسه خودش یه مملکته، اصلا دینارمند یه مملکته برای خودش اینجوری که ما داریم میبینیم. اصلا تمام بازیکن‌های پرسپولیس شما ازش راضی نیستن. من پیش خودم میگم خدایا کی پشت این آدمه که اینقدر راحت داره جلو بازیکن‌ها وای میسته و بازیکن‌ها همه ازش شاکین. من میگم آقا راست من احترام بذارید. ببین احترام خیلی چیز خوبه، مثلا واسه بازیکنی که خیلی زحمت کشیده. خب من هواداره پرسپولیس مذاکره کردم، ولی هواداره پرسپولیس اینو بدونن آدمایی تو باشگاه پرسپولیس هستن که خیلی پرسپولیس تو سال آینده ضربه میخوره. من اینو میدونم، همیشه هم به خودم گفتم، هوادارم اینو میدونن. ببین من تو باشگاه پرسپولیس، من تو این 4 سال شب بالای 4 میلیارد 5 میلیاردم پول نگرفتم، ولی 16 17 میلیارد پول ریختم تو خزانه باشگاه پرسپولیس. شما اومدید به خاطر 6 تا بازی که خودتون 5 تا نامه دادی به تیم آنتور، واقعا تو فنا نامهات هست. شما ده بار باشگاه آنتور به خاطر کرونا که من 2 بار رفتم فرودگاه نتونستم بیام اینجا، به شما نامه زده، یعنی چرت کرده با شما که آقا اگه نمیتونه عیزو بیاد شما میتونید عیزو تا آخر جام باشگاه آسیا و حتی جام حذفی نگه دارید، حقوق مایی که میخواین بدین به عیزو شما بدید. من با آقای افشین فرهانی گفتم آقای افشین خان شما این کار رو قبول کنید، من به خاطر تیمم میمونم اینجا تا آخر فصل، آخر جام حذفی با جام باشگاه اشکالی نداره، همون پایبند قرارداد خودم میمونم، ولی به اینا میگم پرسپولیس داره پول منو میده. آقا افشین گفت نه ما باید اونا باید به یورو بریزن، ما پول نداریم به تو بدیم اینا. گفتم من قبول میکنم، من به اونا نمیگم که شما ندادید، میگم آقا اینا دارن حقوق منو میدن، ولی من دوست دارم بمونم. ولی باز شما به خاطر پولی که نیاز داشتید از آنتر واقعا رسید منو خودتونم میدونید قبول نکردید، منو فرستادید سریع اومدم بلژیک. الان چه جوری به خودتون اجازه دادید 1 میلیارد و 200 تومان از پول پایه من کم کردید باز شما؟